Saka to come back home. رأی‌گیری برای طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا تا ساعات دیگر. دونالد ترامپ می‌گوید این کار اعلان جنگ علیه دموکراسی است. روز طولانی نمایندگان مجلس نمایندگان امروز اینجا در کنگره آغاز میشه. قرار هست ساعت‌ها بحث و گفتگو داشته باشن و در نهایت استیضاح آقای ترامپ رو به رأی بگذارن، کاری که به گفته آقای ترامپ اعلان کودتاست. ادامه اعتصاب غذای درویش گنابادی در حمایت از قطبشان. 4 درویش در CCU بستری شدند. سلمای خلیلزاد در کابل. برقراری آتش‌بس مهمترین موضوع مذاکره با رهبران افغانستان است. و اعلام وضع اضطراری بهداشتی در اردوگاه لسبوس یونان. پزشکان بدون مرز آن را چرخه همه‌گیر رنج انسان نامیدند. سلام، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری زنده از تلویزیون فارسی BBC. مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه استیضاح رئیس جمهوری است. در صورتی که نمایندگان به مواد استیضاح رأی مثبت بدهند، دونالد ترامپ سومین رئیس جمهوری این کشور خواهد شد که استیضاح شده. بعد از آن نوبت به سنای آمریکا میرسد که بگوید آیا رئیس جمهوری باید پست خود را ترک کند یا نه. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی داریم از خبرنگارمان سام فرزانه درباره آنچه تا به حال گذشته. درست یک روز بعد از پایان تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات 3 سال پیش آمریکا، دونالد ترامپ در تماس با رئیس جمهوری اوکراین تحقیقات دیگری را کلید زد. آقای ترامپ از ولودیمیر زلینسکی خواست درباره مهمترین رقیب احتمالیش در انتخابات سال آینده آمریکا تحقیق کند. اوکراین در این زمان منتظر صدها میلیون دلار کمک‌های نظامی مصوب کنگره آمریکا بود که برای جنگ با روسیه به شدت به اونها احتیاج داشت. یک مقام اطلاعاتی آمریکا که از متن این مکالمات آگاه شده بود، از رئیس جمهوری آمریکا شکایت می‌کند و همین شکایت آغازگر تحقیقات در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا می‌شود. حزب دموکرات در مجلس نمایندگان اکثریت دارد. دموکرات‌ها، دیپلمات‌ها، مقام‌های وزارت خارجه و وزارت دفاع و حتی کاخ سفید رو احضار کردند و از اونها پرسیدند که آیا عملکرد رئیس جمهوری همسو با سیاست خارجی آمریکا و به سود مصالح ملی بوده یا نه. پاسخ اکثرشون این بود: خیر، دونالد ترامپ به دنبال منافع شخصی و سیاسی خود بوده. از اون طرف صدای اقلیت جمهوری خواه در مجلس بالا رفته بود که رئیس جمهوری آمریکا نگران فساد جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین بوده و اوکراین هم در نهایت هرچند با تأخیر کمک‌های نظامی مورد نظرش رو به دست آورده. فریادهای جمهوری خواهان به جایی نرسید و بالاخره پرونده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان رفت و اکثریت دموکرات در این کمیته 2 ماده استیضاح رئیس جمهوری را نوشتند: سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از نقش نظارتی کنگره. ماده اول این بود: دونالد ترامپ از قدرت مقام رئیس جمهوری آمریکا برای سود شخصی استفاده کرده و به همتای اوکراینیش فشار آورده که در ازای کمک‌های نظامی رقیب انتخاباتی احتمالیش را بدنام کند. ماده دوم استیضاح هم میگه که دونالد ترامپ با جلوگیری از حضور مقام‌های دولتش در جریان تحقیقات عملاً نقش نظارتی قانونگذاران را مختل کرده. بعد از روزها بحث و جدل جناحی در کمیته قضایی، نمایندگان دموکرات به هر 2 ماده استیضاح رأی مثبت دادند، در حالی که جمهوری خواهان هیچ کدام رو نپذیرفتند و پشت رئیس جمهوری رو خالی نکردند. سام فرزانه، BBC در واشنگتن. خبرنگار ما خشایار جنیدی از مقابل کنگره با ماست. خشایار، جلسه مجلس نمایندگان آغاز شده. اگر میشه بیشتر از برنامه این جلسه برامون توضیح بده. امروز صبح رو نمایندگان مجلس نمایندگان با یک سری رأی و بحث و گفتگوی آیین‌نامه‌ای در مورد روند استیضاح آغاز می‌کنند. همین الان یک رأی‌گیری برگزار شد به خواسته جمهوری‌خواهان. جمهوری‌خواهان در پی این بودن که جلسه این رأی‌گیری رو به عقب بندازن، رأی‌گیری مربوط به استیضاح رو، اما
دموکرات‌ها رأی منفی دادن، بنابراین بحث و گفتگو ادامه خواهد داشت. قرار هست یک ساعت در مورد مسائل آیین‌نامه‌ای استیضاح صحبت کنند. ادامه گفتگوهای بسیار طولانی هست که دیروز انجام شده و بعد از اون طبق اون مصوبه که روز گذشته تصویب کردن قرار هست حدود 6 ساعت موافقان و مخالفان استیضاح صحبت کنند. پیش بینی میشه گفتگوها و بحث‌های بسیار تند و آتشینی از نمایندگان دو طرف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها ارائه بشه و در نهایت احتمالاً عصر امروز رأی‌گیری برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه اکثریت مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات‌ها هست، پیش بینی غالب این هست که استیضاح آقای ترامپ در جلسه امروز رأی خواهد آورد، هرچند برای بعضی از نمایندگان دموکراتی که از حوزه‌های انتخابی میان که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 مردم اونجا به ترامپ رأی دادن، به آقای ترامپ، برای این نمایندگان دموکرات رأی دادن به استیضاح یک مقدار ریسکش بالاست، چون ممکن است در انتخابات بعدی دیگه مردم بهشون رأی ندن. اما گفته میشه دموکرات‌ها قصد دارن به استیضاح رأی بدن. استیضاح وقتی که رأی بیاره در مجلس نمایندگان، اون وقت بر عهده مجلس سنا خواهد بود تا درباره برکناری یا ادامه کار آقای ترامپ در جلسات که سال آینده برگزار خواهد شد، یعنی حدوداً یک ماه دیگر، تصمیم گیری کنه و در اونجاست که سنا به عنوان دادگاه وارد عمل میشه و نمایندگان سنا به عنوان اعضای هیئت ژوری. ممنونم. خشایار، دیروز آقای ترامپ هم نامه بلندبالایی نوشت به نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، و محکوم کرد رأی‌گیری امروز رو. کمی بیشتر از جزئیات این نامه برامون توضیح بده و چرا اینقدر خشن؟ آقای ترامپ و جمهوری خواهان از مدت‌ها قبل دموکرات‌ها رو به سیاسی کاری سر این قضیه استیضاح متهم می‌کنن. آقای ترامپ میگه اصلا روند استیضاح از زمانی که در نوامبر 2016 در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید عملاً آغاز شده. دیروز هم یک نامه 6 صفحه‌ای بسیار تند و گزنده خطاب به خانم پلوسی نوشت، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان که ارشدترین عضو حزب دموکرات هست در کنگره. در اون نامه دموکرات‌ها رو متهم کرد که علیه دموکراسی در آمریکا اعلان جنگ دارن میدن، کار اونها رو غیر قانونی و مشابه با کودتا دونست و گفت که شما در دموکراسی رو دشمن خودتون میدونید و نمایندگان دموکرات رو متهم کرد که جایگاه محترم و قانونی مجلس نمایندگان رو در حد یک محکمه حزبی پایین آوردند. امروز صبح هم در توییتر آقای ترامپ اینطور نوشت، باورتون میشه که چپهای رادیکال و دموکرات‌های بیعمل من رو استیضاح میکنند؟ من کار اشتباهی نکردم، کاری که اونها انجام میدن وحشتناک هست. متن مکالمات رو بخونید که اشاره داره به مکالمات تلفنی که با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین داشته، موضوعی که به بحث استیضاح منتهی شد، و در ادامه گفته این نباید برای هیچ رئیس جمهوری دیگری در آمریکا تکرار بشه. بله، ممنونم ازت خشایار جنیدی از مقابل کنگره با من. در ایران عده‌ای از درویش گنابادی خبر دادند که 4 نفر از پیروان این مسلک در پی اعتصاب قضا در زندان به بخش CCU بیمارستان فیروزگر در تهران منتقل شدند. بر اساس این گزارش ها این 4 نفر مبتلا به انسداد روده، خونریزی معده و کاهش سطح هوشیاری شدند. درویش میگویند که ماموران امنیتی در ماه‌های اخیر در فعالیت‌های روزانه رهبرشان از جمله دیدارهای او محدودیت ایجاد کرده بودند. فائز عبدیپور از درویش گنابادی و همسر محمد شریفی از درویش گنابادی که در اعتصاب قضاست از تهران با ماست. خانم عبدیپور، اگر میشه ابتدا از وضعیت همسرتون و بقیه درویش گنابادی که الان در بیمارستان هستن برامو توضیح بدید. خب من روز 45 46 اعتصاب قضای محمد شریف مقدم و رضا انتصاری احمد ایرانی خواه، مرتضی تنگلو، سینا انتصاری، صلاح‌الدین مرادی، جواد خمیس‌آبادی، سعید دوراندیش، سعید سلطانپور، سخاوت سلیمی و
تعداد دیگه از درویش هست که حدود 14 نفرن. دیروز از زندان پزشک زندان اونا رو میبینه و گزارش میده که وضعیت اینا کاملا وخیم هست و باید اعزام اورژانسی داشته باشن به بیمارستان. منتها این اعزام و زندان انجام نمیده که 1:30 نیمه شب دیشب ما متوجه میشیم که منتقلشون کردن با آمبولانس به بیمارستان فیروزآبادی شهر ری و منتقلشون کردن به سی سی یو و تا این لحظه نه ملاقاتی هست و نه خبر جدیدی از وضعیتشون و فضای بیمارستان به شدت امنیتیه و نیروهای امنیتی همه جا حضور دارن و نمیذارن ما هیچ خبری از وضعیت اونا داشته باشیم. یعنی شما رفتین اجازه ندادن که شما ملاقات بکنین؟ به شما اجازه ملاقات ندادن؟ بله بله، خانواده های این 4 نفر همه اونجا حضور داشتن و هیچ کدوم نتونستیم که اونا رو ملاقاتشون بکنیم یا از وضعیتشون خبری داشته باشیم. به جز این 4 نفری که منتقل شدن هم 10 نفر دیگه ای که در زندان تهران بزرگ، زندان بروجرد، زندان شیراز و قزلسار کرج هستن، اونها هم وضعیتشون هم وخیم گزارش شده، خروج معده کردن، افت فشار دارن، کاهش سطح هوشیاری دارن، ولی منتقلشون نمیکنه زندان و ما نگران سلامت جان اینها هستیم. این چند نفر که نامشون رو بردین درخواستشون چیه برای شکستن اعتصاب غذاشون؟ خواستشون چیه؟ درخواستی که در ابتدا این عزیزان در بیانیه‌های خودشون دادن رفع محدودیت‌ها بر از جامعه درویشی خصوصا از جناب دکتر علی تابنده قطب سلسله هست که محدودیت‌های بسیاری به وجود آوردن و تا زمانی که این خواسته رو بهش نرسن گفتن که به اعتصابشون پایان نمیدن. ممنونم از شما. متشکرم. فائزه عبدی‌پور از درویش گون‌آبادی با ما. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل رفته و سرگرم دیدار با سیاستمداران افغان است. برقراری آتش بس میان طالبان و دولت پیش از آغاز گفتگوهای صلح مهمترین موضوع مذاکره با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بوده. سفر آقای خلیلزاد به کابل در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات طالبان و آمریکا چند روز پیش به طور موقت متوقف شده بود. نسرین نوا همکارم از کابل با ماست. نسرین، مشخص که است که آقای خلیلزاد دیدار کردن با رئیس جمهور و رئیس اجرایی، در مورد چه موضوعاتی صحبت کردن در این دیدارشون؟ تقریبا مثل هر دفعه قبل، این بار هم آمدن آقای خلیلزاد به کابل و دیدارشان با مقام‌های بلندپایه دولتی به خصوص محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به دلیل در میان گذاشتن اتفاقاتی بوده که در سفرشان اتفاق افتاده، مثلا سفر قطر و سفر پاکستان که پیش از اینکه به کابل بیان یک سفر داشتن از دوحه قطر و پاکستان. گفته شده که بیشترین بحثی که امروز میان اینها صورت گرفته در رابطه با تامین آتش بس پیش از شروع گفتگوهای بین الافغانی هست و اینکه چطور بتونن به یک توافق نهایی دست پیدا بکنن. نظر به خبرنامه‌ای که ارگ ریاست جمهوری منتشر کرده، گفته شده که محمد اشرف غنی با آقای خلیلزاد در رابطه به تامین چگونگی آتش بس و همچنین پرداختن به پناهگاه‌های امن طالبان به در بیرون از افغانستان بحث کردند. اعلامیه ریاست اجرایی هم نشان میده که آقای خلیلزاد و دکتر عبدالله عبدالله بیشتر در رابطه با کاهش خشونت‌ها صحبت کردن که چطور اتفاق بیفته و همچنین ابراز امیدواری کردن که دوره بعدی خشونت ها کاهش پیدا کنه در نتیجه مذاکرات. حالا تمام این دیدارها در حالی صورت میگیره که چند وقت پیش، تقریبا 5 روز پیش، پس از اینکه طالبان به یک پایگاه که شاید بشه گفت بزرگترین پایگاه آمریکایی در افغانستان حمله کردن، مذاکرات یک بار دیگه به شکل موقتی متوقف شد و خواستن که هر دو گروه مشوره هایی داشته باشن. آقای خلیلزاد قبل از سفرش به افغانستان به پاکستان هم سفر کرده بود. با توجه به این رفت و آمد ها میشه تخمین زد که کی ممکنه مذاکرات آمریکا با طالبان دوباره از سر گرفته بشه؟ در واقع هیچ منبع رسمی تا هنوز در رابطه با اینکه دوباره مذاکرات چه زمانی از سر گرفته میشه هنوز خبر نداده، اما منابعی هستند که در رابطه با از سر گرفتن مذاکرات پس از یک دوره یک توقف کوتاه خبر دادن. یک منبع دیپلماتیک به بی بی سی گفته که ممکن هست در طول این 2 هفته پیش و رو مذاکرات از سر گرفته بشه و احتمالاً
طالبان و نمایندگان آمریکا تا سال نو میلادی به یک توافق نهایی دست پیدا میکنن. اما از طرفی هم یک منبع طالبان به ما گفته که هنوز در حال مشوره با رهبرهایشان هستن و نتونستن به یک توافق نهایی برای اثر گرفتن این دور مذاکرات برسن. منابع مختلف دیدگاه‌های مختلفی در این مورد داره. آقای خلیل‌زاد هم پس از اینکه مذاکرات به شکل موقتی متوقف شد گفت که طالبان، چون حمله‌ای هم صورت گرفت در جریان مذاکرات، گفت طالبان باید نشان بدن که مایل هستند برای رسیدن به یک توافق و صلح در افغانستان. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه زمانی مذاکرات از سر گرفته میشه. ممنونم ازت نسرین نوا، خبرنگارمون از کابل با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رأی‌گیری برای طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر در مجلس نمایندگان آغاز می‌شود. دونالد ترامپ می‌گوید این کار اعلان جنگ علیه دموکراسی است. با ادامه اعتصاب غذای درویش گنابادی در ایران، حال تعدادی از آنها رو به وخامت گذاشته و 4 درویش در بخش CCU بستری شدند. در ادامه این برنامه. و ماجرای پیانیستی که از پیانوی کاغذی نواخت اما از رویاهایش دست نکشید. سران ایران، ترکیه، قطر، مالزی و جنبش حماس برای شرکت در نشستی وارد پایتخت مالزی شدند که نشست سران دولت‌های اسلامی نام گرفته، اما عربستان و متحدانش با برگزاری آن مخالفت کردند. پاکستان و اندونزی هم حاضر نشدند در این نشست شرکت کنند. هدف از این نشست بررسی مشکلات ملت‌های مسلمان مانند مسائل امنیتی و جنگ‌های داخلی و همینطور وضعیت مسلمانان اویغور چین اعلام شده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهرداد فرهمند. روحانی یک روز زودتر از دیگر سران دولت‌های مسلمان راهی کوالالامپور شد. Today's world is confronted with increased concern. دو روز پیشتر میزبان او مهاتیر محمد با اعلام مخالفت با تحریم ایران به روحانی خوش آمد گفته بود. We don't believe in applying sanctions. ما این را نمیپذیریم که کشورهایی تحریم شوند تا مجبور شوند ایدئولوژی خاصی را بپذیرند یا حکومتشان عوض شود. تحریم فقط این کشورها را گرفتار نمی کند، بلکه همه شرکای تجاریشان هم دچار گرفتاری اقتصادی می شوند. تحریم کردن نوعی دیکتاتوری است، دیکتاتوری بین المللی. هرچند به نظر نمی رسد این اعلام مخالفت مهاتیر محمد از حد حرف فراتر باشد. مهمان مهم دیگر رجب طیب اردوغان امروز وارد شد. در پی او مالزی منتظر امیر قطر است. سران حماس هم دعوت دارند. ایران و ترکیه و قطر و حماس در کنار هم، بدیهی است صدای عربستان و نزدیکانش را در می آورد. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در گفتگوی تلفنی با مهاتیر محمد ناخشنودیش را ابراز کرده. وزیر خارجه بحرین توییت کرد کدام نشست بیشتر به نفع ملت‌های ماست؟ نشست سازمان همکاری‌های اسلامی یا نشستی کوچک در آن سر دنیا؟ سردبیر روزنامه قطری وطن جوابش را داد. در آن سر دنیا وضعیت مسلمانان را بررسی می‌کنند، اما در ریاض تصمیم به محاصره قطر گرفتند و در نشست‌های بعدی هم پی در پی شکست خوردند. اعتراض اینها به این است که اگر قرار است سران اسلام جایی جمع شوند، باید در چارچوب سازمان همکاری‌های اسلامی باشد که رئیسش اکنون عربستان است. هر نشستی خارج از این چتر تفرقه افکنی در عالم اسلام به شمار می‌رود. عملاً هم اکنون چنین شده. نشست کوالالامپور نمادی شده برای آشکار ساختن جناح‌بندی در جهان اسلام. مرتضی فرهمند، BBC.
بازار مسکن ترکیه برای ایرانی ها جذابتر شده. یک دلیل آن آسانتر شدن شرایط تابعیت ترکیه است. تا پارسال متقاضیان شهروندی ترکیه باید خانه هایی به ارزش حداقل 1,000,000 دلار می خریدند. اما حالا این رقم به 250,000 دلار کاهش پیدا کرده. مرکز آمار ترکیه می گوید که ماه گذشته میلادی ایرانی ها در آنجا 500 خانه خریدند و از این نظر در رتبه دوم بعد از عراقی ها قرار گرفتند. افغان ها هم در این مدت 216 خانه خریدند. دادگاه عالی هند از تعلیق قانون جنجالی شهروندی این کشور خودداری کرد. این قانون اعطای تابعیت به پناهجویان غیر مسلمان از 3 کشور همسایه را آسان تر می کند. به همین دلیل منتقدان می گویند که مصداق تبعیض مذهبی است. درخواست های متعددی برای لغو این قانون مطرح شده. تصویب این قانون موجی گسترده از اعتراض و ناآرامی به راه انداخته، از جمله در دهلی پایتخت که تجمعات بزرگ در محله های مسلمان نشین ممنوع شده. شرکت ایتالیایی آمریکایی فیات کرایسلر و گروه خودروسازی فرانسوی PSA که مالک پژو و سیتروئن است، ادغام می‌شوند تا 4th خودروساز بزرگ جهان را تشکیل دهند. شرکت جدید 50 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت. هدف از این اقدام کاستن از هزینه‌ها و استفاده از امکانات مشترک برای تولید خودروهای برقی است. انتظار می‌رود که کار ادغام 12 تا 15 ماه طول بکشد. دمای هوا در استرالیا به حد بی سابقه ای رسید. دیروز میانگین دمای هوا در این کشور 49 درجه سانتیگراد بود. انتظار می رود که موج گرما طی روزهای آینده تشدید شود. در همین حال استرالیا دچار خشکسالی شدید و آتش سوزی در جنگل هاست که دانشمندان معتقدند علتش تغییرات اقلیمی است. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید با ورود موج جدید پناهجویان به جزیره اژه، اردوگاه پناهجویان با وضع اضطراری بهداشتی روبرو هستند. در لسبوس 18,000 نفر در اردوگاهی زندگی میکنند که در اصل گنجایش 2,000 نفر را داشته. دیروز در گزارشی ریحانه مظاهری با پزشکا درباره تاثیر این شرایط روی سلامت روان کودکان صحبت کرد. امروز درباره یک گروه آسیب‌پذیر دیگر حرف میزنیم، زنان باردار و نوزادها. بسیار از آنها ماها با پدیده‌ای زندگی می‌کنند که پزشکان بدون مرز اسمش را چرخه همه‌گیر رنج انسان گذاشته. گزارشی از تولیپ مازندار خبرنگار سلامت بی بی سی ببینیم. دوران بارداری می‌تواند برای هر زنی توأم با اضطراب باشد، اما انتظار برای تولد یک نوزاد در حین زندگی در یک اردوگاه پناهجویی کاملاً فرسوده کننده است. زندگی کردن اینجا چطوره؟ مثل زندگی کردن توی جهنمه. زینب 3 ماه پیش از کشور جنگ زده افغانستان گریخت. اولین فرزندش قرار است تا چند هفته دیگر به دنیا بیاید. میخواست محل زندگیش را به من نشان دهد. این چادر منه. زینب با 2 خانواده دیگر اینجا زندگی میکند. با این همه درد روی زمین خیس میخوابم. میدونی زن حامله به جای راحتتر و نرمتری برای خواب نیاز داره. امنیت هم وجود نداره. وقتی دعوایی شروع بشه پلیس نیست که متوقفش کنه. ممکنه به ما حمله کنن. درباره تولد نوزادت به زودی در اینجا چه احساسی داری؟ نمیخوام به زندگی تو اینجا با بچه فکر کنم، چون هر وقت فکرش رو میکنم گریم میگیره. اصلا نمیخوام. بیشتر جمعیتی که به لسبوس میآیند از کشورهای جنگ زده هستند، مثلا افغانستان، سوریه و عراق. به اردوگاه دولتی موریا میآیند که از شدت ازدیاد جمعیت به مزارع زیتون مشرف گسترش پیدا کرده. هزاران نفر ماه‌ها اینجا در انتظار شنیدن نتیجه درخواست پناهندگیشان گیر میافتند. پزشکان در درمانگاه نزدیک این اردوگاه از این وضع کلافه شدند. این خانواده ها از صبح خیلی زود اینجا منتظر هستند. اینجا درمانگاه اصلی زنان باردار، زنانی که به تازگی زایمان کرده و نوزاد هاست. از اردوگاه آن طرف جاده میان. پزشک های اینجا به هم گفتند که در ماه صدها زن باردار بهشون مراجعه می کنند. اگر وضعیت این زنها تا قبل از تولد بچه مشخص نشود، برای زایمان به یک بیمارستان محلی برده شده و بعد از آن مستقیم به اردوگاه کثیف و خطرناک بازگردانده می شوند. اواخر بارداری شه و بعد معاینه شه. عزیزم یه شماره بگیر در صف وایس تا نوبتت شه. مارتینا یکی از معدود ماماهایی است که داخل اردوگاه به زنها رسیدگی می کند.
مادرهای جوان رو برمیگردونن تا در چادرهای کثیف که گاهی پر از شپش و موشه زندگی کنند. سردی هوا باعث میشه بچه‌ها به بیماری‌های تنفسی و عفونت گلو مبتلا بشن. این واقعیت تلخ زندگی در اینجاست. میدونیم یه توالت برای هر 200 نفر اینجا در اروپا خیلی غیر قابل باوره. حتی در این شرایط استیصال تولد یک نوزاد نوید بخش است. سعیده پسرش را که 3 هفته‌اش است برای معاینه آورده. هر دو حالشان خوب است. وزنش حدود 2 کیلو و 200 گرمه. اما این زندگی نیست که سعیده برای خودش و خانوادهش قبل از فرار از افغانستان 4 ماه پیش تصور میکرد. گیر کرده میان زمین و هوا بدون چشم‌انداز روشن در نزدیکی. تیلت مزمدار، بی بی سی نیوز، لزباس. آموزش نوازندگی به کودکان در سنین رشد فعالیت خوبی است، خصوصا اگر خود بچه ها هم به این کار علاقه‌مند باشن. هرچند میتونه فعالیت پرخرجی هم باشه. همین باعث میشه که بعضی از خانواده‌ها نتوانند به بچه هاشون ساز زدن یاد بدن. وقتی مادر اندرو گاریدوی 11 ساله بهش گفت که توان مالی خریدن پیانو رو نداره، اندرو ناامید نشد. اسم من اندرو گاریدوست. نوازنده پیانو هستم و جوایزی هم بردم. کمتر از 10 سال پیش آموختن پیانو رو روی تکه‌های کاغذ شروع کردم. این پیانوی کاغذی منه. سومین نسخه‌ای که طراحی کردم. دلیل اینکه روی کاغذ پیانو می‌زدم این بود که مادرم به تازگی کارش را از دست داده بود و توان مالی خرید پیانو یا شهریه کلاس رو نداشت. از روی تصاویر اینترنتی یک پیانو کشیدم. یعنی بر اساس صدایی که از کامپیوتر میشنیدم روی پیانوی کاغذی مینواختم. اما بعد از مدتی دیگه اون نوت‌ها رو توی سرم میشنیدم. از کلاس اول تا پنجم با پیانوی کاغذی میزدم. بعد از اون وقتی مادرم علاقه و پشتکارم رو دید، از دوست و آشنا پول قرض کرد و برام یک ارگ خرید. اما کماکان لازم بود روی پیانوی واقعیم تمرین کنم. به جایی که توی محلمون پیانو داشتم میرفتم و اجازه داشتم حدود 1 ساعت در هفته با اون پیانو تمرین کنم. دوره میافتادم برای تمرین. الان در سال سوم از دوره 4 ساله تحصیلم در مدرسه موسیقی و درام گیلدهال هستم و خیلی ازش لذت میبرم. واقعا عاشقشم. الان در کنار کسانی درس میخونم که فکر کنم میشه گفت از خانواده‌های ثروتمندتری میان. یعنی زمانی که تصمیم گرفتم موسیقی یاد بگیرن بسیار جوان بودن و با سازهای خیلی خوب و استادان عالی تمرین کردن. همه اینها یعنی برای رسیدن به موقعیتهایی که همه ما دنبالش بودیم اونها بهترین امکانات رو داشتن. اشتباه زدم. روی پیانوی کاغذیم اشتباه زدم. آره، این رو هم میشه اشتباه زد. فکر نمی کنم چالشی بزرگتر از ساز زدن روی کاغذ وجود داشته باشه. به گذشته که فکر میکنم میبینم وقتی از پس اون بر اومدم برای هر چالش دیگری هم که سر راه هم قرار بگیره آمادم. هرگز توانایی خودتون رو دست کم نگیرین و اگر فکر میکنید نهایت توانتون رو به کار بستید بیشتر تلاش کنید. همیشه میبینید که قابلیت بیشتری دارین. اگه درون خودتون اراده و قدرت تلاش برای رسیدن به رویاهاتون رو پیدا کنین، از چیزهایی که میتونید به دست بیارید تعجب خواهید کرد. به تلاش ادامه بدید. با گزارش درباره مرد با اراده به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم از اینکه با بی بی سی فارسی همراه هستید.